عزیز، با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. به شما قول داده بودیم که اولین جمعه هر ماه با آقای عباس سعیدی باشیم تا در مورد مسائلی که ایشون دوست دارن یا چیزایی که به نظر موضوع روز و موضوع جامعه و موضوع ایران، آمریکا و دنیا هست صحبت کنن. امروز درباره دو تا موضوع میخوان صحبت کنن که به نظر من خیلی هم جالب هست. یکیش این خشونت کلی در جهان، مخصوصا در آمریکا، که هر شب شما تلویزیون رو تماشا میکنین یکی کشته شده، یکی نمیدونم ربوده شده، یکی سیاه، یکی سفید، اینها. و یه ماجرای دیگه‌ای که در ایران شاهدش هستیم این جریانات فکری موجوده که بعضی وقتا اینها با هم میسازن و بعضی وقتا با هم در میافتن و در هر دو صورت ضررش به مردم میرسه. آقای سعیدی خیلی خوش آمدید، سلام میکنم به شما. من زیر اسم شما نوشته بودم آقای عباس سعیدی ماتریالیسم چیست، چون شما دفعات قبل درباره ماتریالیسم صحبت کردین. اگر میخواین تو من اون بردارم اونو، اگه نه که اونم باشه و شما در موردی که یا این مواردی که میخواین صحبت کنید. البته خب اون موضوع آقای سرگیزه نرز سلام به بینندگان محترم و تشکر از شما آقای سرگی. این موضوعی که فرمودید، البته همه مواردی که من صحبت میکنم منشعب از جهانبینی من هست و همونطور که بارها گفتم نگاه من به دنیا به دلیل شناخت من از متر اساس و بیس متر در دنیا شکل میگیره. یعنی متریالیسم به عنوان یک جهانبینی اساس تفکر من هستش. در هر راهی هم که فکر میکنم وقتی خوب بهش توجه میکنم میبینم که من ماده و بنای مادی رو اساس فکرم قرار میدم. این یه عادت شده برای من و همین دلیل من خب اولین بار در تلویزیون شما اشاره به جهانبینی متریالیستی کردم و معتقد هستم که این ابزار بسیار خوبی برای فکر کردن در جهت درست به ما میده. ولی با اون صحبت هایی که شما کردین درباره متریالیست که به راه به اصطلاح خطا رفته و متریالیست امروز اون متریالیستی نیست که توی کتاب ها بوده و اینها، من فکر کردم شاید شما تغییر موضع دادید و امروز نگاهتون چیز بفهم آقای سرگی جان خوزی بخوام، ولی شما واقعا شاید بدی هست واقعا شاید بدی هستی. خودتون البته این من جسارت نمی کنم، خودتون گفتید که من دارم یاد می گیرم. بله. و در واقع شما اصلا به گفته های من توجه نکردید. من نگفتم که ماتریالیسم به اصطلاح مانعی ایجاد کرده، من گفتم مارکسیزم یک جنبش انحرافی بوده در مقابل جنبش چپ. مارکسیزم رو عرض کردم که یک مانعی بوده، یک انحرافی بوده در قدیده ای که ما به اسم جنبش چپ میشناسیم. شما کاملا درست میگین. حالا یادم اومد که ما حتی نوشتیم تیتر برنامه رو که به اصطلاح مارکسیست. خب من آشنا نیستم با این جهانبینی های مختلف و شما باید صبور باشید. در صورت شما درست میگید، حق با شماست، من ساکت میشم و بیاییم برسیم به این ماجرای خشونت کلی در جهان، مخصوصا در آمریکا. چگونه میبینید و تعبیر و تفسیر شما چی از این واقعیت ها؟ جناب سرگی، من قبلا من در مورد این که این دنیا خشنیه چون زیربناش مادیه و قانون جنگل در واقع در دنیا حکم رواست و دنیا رو به شکل کنونی در آورده صحبت کردم. منتها عرض کردم چندین بار هم در برنامه ها عرض کردم که انسان موجودی با ورودش به این صحنه جدید در این کره زمین یک پدیده نوعی رو در واقع باعث شده، یک پدیده نوعی به وجود بیاد. اون پدیده پدیده اندیشه است و این پدیده اندیشه در تقابل
و درگیری با اون قانون جنگله که همه این دنیا و این کره رو به این شکل درآورده. چرا در تقابل با اونه؟ برای اینکه انسان یک موجود اجتماعی هست و قرار این که زندگی اجتماعی داشته باشه باید حتما قواعدی وجود داشته باشه که این زندگی اجتماعی میسر بشه. انسان از اندیشش استفاده کرده در طول تاریخ، همیشه تلاش کرده قواعدی رو وضع کنه تا به زندگی اجتماعی خودش یه نظمی بده. بنابراین خشونت یک امر طبیعیه در جهان. خشونت، تمایلات فردی و زیاده خواهی و تجاوز به حقوق دیگران، این امریه که در طبیعت طبیعیه. منتها در زندگی اجتماعی انسان نمیتونه جاری باشه. به همین دلیل که انسان داره اندیشه هست و طبیعتاً این روند رو ما در طول تاریخ می‌بینیم که انسان که تلاش‌هایی برای وضع قوانین کرده و ادامه هم داره همچنان. حالا اجازه بدید من این موضوع رو درز بگیرم اینجا و بپردازم به اون مسئله خشونت که در طبیعت هست و اینکه در امریکا این صحنه‌هایی که این روزها شاهد هستیم، این خشونت‌هایی که در داخل جامعه امریکا می‌بینیم، مخصوصاً یه فیلمی که اخیراً من دیدم که پلیسی از فاصله نیم متری چندین گلوله به یک سیاه‌پوست شلیک کرده، از فاصله کمتر از نیم متر، اونم در حالی که اون شخص داشته سوار ماشینش می‌شده و به دستورات این پلیس برای اینکه متوقف بشه و به ایسته توجه نکرده. حالا میتونسته از شوکر استفاده کنه، میتونسته با نیروی فیزیکی مانع از وارد شدن اون شخص به اتومبیلش بشه. اون شخص که مسلح نبوده، چند تا پلیس هم بودن میتونستن به طور فیزیکی جلوشو بگیرن. ولی با کمال حیرت من دیدم که این پلیس جنایتکار از نزدیک این تیرها رو به اون شخص شلیک کرده. البته فیلمی که من دیدم تصویر و صدا نداشت، ولی کاملا مشخص بود که چه اتفاقی افتاده و این هم در اخبار همه شنیدیم، احتمالا همه شنیدن. این باعث شد که من حقیقت شو بخوایید دیشب نتونم درست بخوابم و تصمیم گرفتم این موضوع رو، یعنی بدون اینکه بخوام در برنامه مطرح بکنم داشتم بهش فکر میکردم و حالا نتیجه اون افکار خودم رو میخوام با مردم، با هموطنهای عزیز شیر بکنم و در میان بگذارم. ببینید من موضوع رو یکمی به عقب میرم از 400 سال پیش که یک سری مهاجر ماجراجو بعد از کشف قاره امریکا سرازیر شدن به این قاره. یه بخشیشون هم وارد سرزمینی شدن که ما امروز به نام ایالات متحده امریکا میشناسیم. اینها یک سفر خطرناکی رو شروع کردند. مبارزه با بومی‌ها، جنگ‌های استقلالشون، جنگ‌های داخلیشون، سراسر ماجرا و سراسر به اصطلاح خطر. اینها در این سفر تاریخیشون از شرق به غرب به دو پدیده وابستگی 100% داشتن. یکی اسبشون بوده، اسبهاشون بوده و دوم اسلحه‌ای که به کمر داشتن. و بالاخره هر بخشی از این مردم مهاجر در قسمتی از سرزمین امریکا مستقر شدن و کلونی‌های خودشون رو که امروز ما به اسم استیت میشناسیم تشکیل دادن. در واقع این آدم های ماجراجو از روی زین اسبهاشون و از طریق لوله اسلحهشون قوانینی رو وضع کردند قدم به قدم که نهایتاً به قانون اساسی با
امریکا منجر شد. به همین دلیل داشتن اسلحه، مالکیت جزء اصول مقدس قانون اساسی اونهاست و نوعی قانون مداری گاهی اوقات متعصبانه و کورکورانه بخشی از فرهنگ این ملته. قانون مداری اگرچه باعث به وجود آمدن مدنیت در امریکا شده و امریکایی ها ره چند ساله رو در یک سال طی کردند و مدنیت موجود امریکا رو به وجود آوردند، در مواردی خب یک توأم با یک تعصب شدید هست که منجر به این صحنه های تأسف آور میشه گاهی اوقات، برخورد متعصبانه و دور از عقل پلیس امریکا با کسانی که در مزان اتهام هستند یا شکی بهشون میره. حتی البته مدنیت امریکا بر دو اساس شکل گرفته و واقعا هم جلوه های زیبایی رو داره. ما در برخورد با مردم امریکا یه چهره نایس و زیبایی رو از خودشون نشون میدن، اغلب اصلا طبقه متوسط امریکا و امریکایی‌های دانش آموخته و در سایه البته تنعم ناشی از ثروت. یعنی وقتی یه ملتی صاحب رفاه میشه به خودی خود خصلت‌های ملت تغییر میکنه. من یک مثال براتون بزنم، ما ایرانی‌ها نحوه رانندگیمون تو ایران رو همه میدونیم چطور بی ملاحظه بدون رعایت رانندگی میکنیم و میکردیم. من یادمه که وقتی استخدام شدم در یه شرکتی، حقوق مناسبی هم میگرفتم و زندگی مرفهی داشتم، ماشین آخرین سیستمی خریدم و این شرایط باعث شد که من دیدم که برای اولین بار بعد از 10 سال رانندگی آنچنانی وقتی میرسم به خط عابر پیاده، واقعا خط عابر پیاده رو بهش توجه میکنم. برای اولین بار دیدم که با کمال تعجب نیستم در مقابل خط عابر پیاده وقتی عابری رو میبینم. میخوام این مثال رو بزنم، میخوام بگم که ارخورداری و رفاه فرهنگ با خودش میاره، ولی خب در امریکا این فرهنگ خیلی جدیه. قانون مداری در امریکا بسیار نهادینه هستش. امریکا تنها کشوریه که شما اگر قانون زیر پا بذارید با اعتراض شدید مردم مواجه میشید. و توی تحلیل خودم که سعی کردم که، یعنی همیشه اینطور هست، با اساس ماتریالیستی هر قدیده ای رو تحلیل میکنم، من به این نقطه ها رسیدم که جامعه امریکا رو یه همچین تحلیلی ازش داشته باشم برای خودم و این رو با شما هم هموطنهای عزیز در میان گذاشتم تا از این روش و از این به اصطلاح نوع نگرش در هر کاری، در هر تحلیلی که دارید استفاده کنید. اگر شما مبنای مادی بودن رو برای جهان بشناسید و خوب درکش بکنید، از کوچکترین روابط خصوصی درون خانوادگیتون تا پیچیده‌ترین مسائل اجتماعی و سیاسی رو میتونید درک دقیق‌تری ازش پیدا بکنید. من بی‌خوابی به سرم زده بود و نمیتونستم بخوابم و به این چیزا فکر میکردم و وقتی بعدم خوب نتایج اون فکر خودم رو بررسی کردم، دیدم که باز از همون جهانبینی ماتریالیستی نشأت میگیره. این هستش که اعتراضی به آقای سوربی نمی کنم، همین که من رو به عنوان ماتریالیست معرفی میکنه، واقعیت رو ایشون داره میگه و من واقعا اساس فکریم بر اساس این جهانبینی
شکل گرفته. بسیار ممنون آقای سعیدی. اجازه بدید من راجع به این، مخصوصا اون کسی که از پشت سر به شلیک شد از فاصله نیم متری دو فوتی و هفت تا تیر بهش زدن، یه توضیح بدیم که حق اون پلیس هم به اصطلاح اینجا از بین نرفته باشه، چون الان دارن میگن که این آقا توی ماشینش چاقو داشته، که حتی اگه چاقو هم داشته اون موقع دستش نبوده و این پلیس ها آموزش دیدن که بتونن با افرادی که اسلحه دستشونه یا میخوان حمله کنن، و همه ما میدونیم کسی که پشتش راه هست یعنی اون داره میره به راه خودش و نباید شلیک بشه، اونم نباید هفت مرتبه، و این آقا فلج شده. جالب اینه که وقتی فلج بوده و در بیمارستان بوده به خاطر وارانت یا اون دست نامه دستگیر کردنش که برای یه مسئله دیگه بوده، اینا رفتن و به پاش شکل یا نه دستبند پابند زنجیری زدن و بستنش به تخت، که پدر این طرف گفت که مگه شما دیوونه هستین؟ این فلج شده، حتی اگه بخواد هم نمیتونه پاشو تکون بده. اون وقت که بعد پاشو باز کردن، ولی الان هم هنوز این صحبت هست که این آقا رو جلوی چشم سه تا پسرش توی ماشین، سه تا فرزندش توی ماشین، بچه های 3 ساله، 5 ساله و 8 ساله شوت کردن یا بهش تیر شلیک کردن و فلج در حالت وخیمی هست، ولی گویا دیروز تونسته تلفنی صحبت کنه چون آقای جو بایدن رفته بود اونجا و برعکس آقای ترامپ که نرفته بود با اینها و خانوادهش دیدار کنه و رفته بود با پلیس ها دیدار کرده بود، آقای جو بایدن هم رفت با خانوادهش حدود 90 دقیقه هم با ایشون 15 دقیقه صحبت کرد و بعدن معلوم شد که افرادی که می اومدن جلوی اون ساختمون هایی که به اصطلاح تخریب شده بود، آتش سوزی شده بود، اینها اصلا صاحبان اونجاها نبودن. یعنی باز هم آقای ترامپ متاسفانه به قسمت نمایش بیشتر چیز گذاشت تا اهمیت داد تا اینکه حقیقت رو با مردم در میون بذاره، و من حالت شما رو درک میکنم که از دیدن اون فیلم که اونم یه آقای سیاه دیگه از اون طرف خیابون گرفته بود و وقتی هم باهاش مصاحبه کردن گفت من فکر کردم خب اگه خود منم فردا بگیرن و من راهمو بکشم برم اینا اینجوری به من شلیک میکنن. ببخشید که من این توضیح رو دادم برای دوستانی که احتمالاً این فیلم رو ندیدن. این فیلمیه که دیگه آخرین تیراندازی بوده، البته بعد از اون یه تیراندازی هم در واشنگتن شد که مردم پریشب رفتن در خونه شهردار به اعتراض و دیروز شهردار اینجا که یه خانمی هست فوری آمد فیلمی رو که دوربین پلیس که روی سینه‌شون هست ضبط میکنه، اون فیلم رو پخش کرد و همه تقریبا همه گفتن که حق با پلیس بوده، چون این آقا اسلحه داشته شوت کرده و به حرف پلیس گوش نداده. ولی متاسفانه الان حالت خیلی بدی هست، امیدوارم با این گذشت 60 روز دیگه و انتخابات اوضاع بهتر بشه. شما چه جوری فکر میکنید؟ فکر میکنید بعد از انتخابات تازه درگیری ها شروع میشه یا اینکه دیگه میگن این انتخاب شد یا اون انتخاب شد و میرن دنبال کارشون؟ حالا یه موضوع دیگه ایه، اگه اجازه بدید روی همین موضوع من یکم بیشتر فوکوس بکنم. حتما بفرما. عرض کنم به خدمتتون که ببینید این خشونت با اون پیشینه‌ای که من عرض کردم یه چیز نهادینه شده ای هست تو فرهنگ امریکایی که در پشت پوست ظاهری هر امریکایی این خشونت وجود داره. البته در بین طبقاتی که به اصطلاح دانش آموخته هستند و این مراحلی رو طی کردن شاید این قضیه کنترل شده باشه، ولی بسیاری از مردم این کشور این خشونت رو در به اصطلاح پس چهره ظاهریشون دارن که هر لحظه میتونه خودنمایی بکنه، و مخصوصا اینکه شما پلیس باشی، بی سواد باشی، یکمی روحیه به اصطلاح شخصی تم متمایل باشه به نژادپرستی،
و از نظر اخلاقی هم آدم دمیجی باشی با اون پیشینه فرهنگی و اون تعلیم و تربیت و اون خشونتی که در پس شخصیت عرض کردن این قبیل آدم ها وجود داره، دیگه شما میبینید که همچین صحنه هایی رو به وجود میاره و این یه مسئله ایه که شدیداً امریکا رو تهدید میکنه. این کشور به رغم پیشرفت های شدید زیاد به اصطلاح مادیش درست مثل یک مغازه‌داری که ویترین خودش رو تزیین میکنه، این که در این کشور هم یکی جلوه نمایی متداوله، همه چیز جلوه زیبایی باید داشته باشه ولی در پسش فرهنگی که انسانها رو در نهایت کنترل بکنه وجود نداره، یک جور قانون مداریه، گاهی اوقات ساده لوحانه و بدون به اصطلاح منطق، چون میدونید که الان هر قانونی به خاطر پیشرفت های سریع جوامع بشری هیچ قانونی بیش از 10 سال، 20 سال، 30 سال نمیتونه ادامه داشته باشه، حتما باید تجدید نظر بشه، حتما باید در موردش یک بررسی جدید بشه، اگر مطالبی درش هست اصلاح بشه و این روندیه که در آینده هر 10 سال یه بار باید اتفاق بیفته، متناسب با روند رشد جوامع بشری این موضوع همینطور اهمیتش بیشتر و بیشتر میشه. بررسی قوانین، حتی قوانین اساسی. بنابراین امیدوارم که این عقب افتادگی جامعه امریکایی نسبت به تمدنی که در اروپا هست با به اصطلاح برنامه ریزی افراد متفکر در جامعه امریکایی باش برخورد بشه و این عقب افتادگی فرهنگی اون چاله هاش پر بشه. واقعا امریکایی ها هم دقیقا مثل ما ایرانی ها شرایطشون درست شبیه به اصطلاح شرایطی که در جمهوری اسلامی برقراره، ظاهر رو درست بکن ولی در پسش مشکلات و تضادهای شدید. جمهوری اسلامی که ظاهرش هم درست نیست. نه چرا، اونا هم خیلی دوست دارن شهراشون رو زیبا بکنن، جلوه های ظاهری رو تا اون دست ممکنه بر جلوه ما. آقای سعیدی ببخشید، شما از لحاظ وضعیت مالی اشاره کردید که آمریکا وضع خوبی داره. من آماری دارم، حالا اگه پیداش کنم براتون میخونم، که آمریکا از 200 سال پیش شروع کرد به بدهکار بودن و اگر یک کسی بدهکار باشه ولی زندگی خوبی داشته باشه، باز اون سایه بدهکاری روی زندگیش هست و مثل این میمونه که من کردیت کارت داشته باشم، هر شبم برم بیرون و رستوران و دوستان رو دعوت کنم ولی بدهکار باشم و از عهده پرداختش بر نیام و هر ماه این زیادتر بشه. شما نظرتون در این مورد چیه؟ من با اون قسمتی که شما میگید آمریکا واقعا یک باغ بهشت و در سبزی نشون داده به همه، با شما همعقیده هستم، ولی از لحاظ مالی آمریکا دیگه الان میدونید بدهیش یکی از چیزهایی که ترامپ گفت، گفت شما منو انتخاب کنید چون من عادت دارم که به طلبکارا میگم پولتونو نمیدم، هر کاری میخوای بکن. همین کارم با چین میکنیم، ولی الان میگن نه، چین به اون صورت نیست، چین هر وقت بخواد میتونه منازل ما رو هم بگیره چون صاحب بانک ها هست. من ساکت میشم، شما بفهم. البته این مسئله بدهکاری امریکا در مقابل قدرت مالی این کشور بسیار بسیار چیز ناچیزیه. هلریون ها بدهکاری در مقابل قدرت مالی، منابع مالی این کشور بسیار ناچیزه و این خودش یک سیاسته. امریکا با بدهکار کردن خودش در واقع یه سیاست کلی رو پیش میبره، وابسته کردن کشورهای دیگه به خودش و تنیده شدن اقتصادهای ضعیف کشورهای دیگه در اقتصاد پرقدرتش. این مکانیزم ماشه که
الان صحبتشه که به هر حال اجرا خواهد شد، دلیلش همینه. تفوق مالی امریکا بر جهان آنچنانه که هیچ نیازی به بکارگیری نیروی نظامی نداره و با فقط تهدید به تحریم همه کمپانی ها و شرکت های بین المللی رو به اطاعت از خودش وامی داره. دولت ها کاره ای نیستن، امریکا با شرکت ها و کمپانی ها طرفه و دستور رو به اونها میده. و این مسئله بدهکاری امریکا یه سیاستی میتونه باشه و چیزی نیستش که تو ارزیابی ها زیاد روش بخواییم تکیه بکنیم. عرض کنم به خدمتون که موضوع دومی که میخوام بهش بپردازم در رابطه با اینطور بدید راجع به اون مطلب در واقع ساختار اجتماعی امریکا که من عرض کردم، راجع به ساختار اقتصادی امریکا هم یه توضیح بیشتری بدم و بعد برم به موضوع بعدی. ببینید در جریان این مهاجرت این مردان ماجراجو خانواده هایی هم بودن که از نفوذ بیشتری برخوردار شدند و این خانواده ها روی منابع مالی امریکا چنگ انداختن و در انحصار خودشون گرفتن اونها و به همین دلیل این کشور تبدیل به مهد سرمایه‌داری یا بهتر بگم امپریالیسم شد در دنیا، یعنی بزرگ سرمایه‌داری، یعنی تراست های بزرگ مالی. اونها روی مواردی مثل بانکداری و حمل و نقل را آهن سراسری، استخراج منابع طلا، این اواخر 150 سال گذشته نفت و انواع و اقسام صنایع از جمله فولاد و اسلحه سازی و غیره و اینا چنگ انداختن و در واقع تراست های بزرگ مالی امریکا شکل گرفت. یکی از دلایل پیشرفت های سریع امریکا همین جامعه به اصطلاح جا افتاده سرمایه‌داری بوده و همونطور که عرض کردم در کنار اون قانون مداری، این دو عامل امریکا رو تبدیل به امریکا کرده با همه خصوصیت ها و نقطه ضعف‌هاش. و من اعتقاد دارم که ما مسائل موجود در جهان رو نمیتونیم منفی ارزیابی کنیم، یعنی تحلیل منفی از مسائل نباید بدیم. اون چه که مهمه اینه که جهان با سرعت در حال تغییره و ما اگر از این سرعت تغییر عقب نیفتیم دید بدبینانه هم پیدا نمی کنیم، واقع بینانه می بینیم همه چیز رو. اونهایی که بدبینانه فکر می کنند و به اصطلاح معتقد هستند که روندها منفی هستش، به نظر من از این سرعت عقب افتادند و قادر نیستن تحلیل درستی از تغییرات داشته باشن. من در نهایت هر آنچه که هست رو مثبت میبینم، منتها اون خشونت طبیعی که در نهاد انسان هست و دست کردم همیشه با تفکر انسانی در تضاد هست، اون کار خودش رو میکنه، تفکر انسانی هم داره کار خودش رو میکنه، کارهای بزرگ و ارزشی هم کرده. بیانیه جهانی حقوق بشر یه قله‌ایه، یه قله بی‌نظیر از اندیشه و اخلاق انسانیه. اگر انسان‌ها خوب این چند سفر رو مطالعه بکنن واقعا باید انسان یه دانش و آگاهی لازم رو داشته باشه تا پی ببره به اهمیت این چند صفحه. این چند صفحه هر کلمش به اندازه قرآنی ارزش توش هست و یکی از به اصطلاح دستاوردهای بی‌نظیر بشریه که در همین امریکا به وجود اومده، نتیجه تلاش اون جامعه مدنی پرقدرتیه که
در امریکا شکل گرفته در سایه پایبندی به قانون و در سایه رفاه نسبی. این دو تا باید دست به دست هم بدن تا یه جامعه با سرعت بیشتری بتونه رشد بکنه. هر حال این مبحث رو ببندم و برم راجع به مطلب دیگری عرایزی داشته باشم. سوالی ندارید؟ من فقط در رابطه با این که بدهکار بودن هم خودش یک سیاسته، بله این توی بیزینس هم گاهی وقت این کار انجام میدن چون یک حالت سکیوریتی داره. ضمناً توی ایران هم به شوخی میگفتن که شما همیشه تلاش کن که بدهکار باشی چون طلبکارا دعا میکنن که شما سالم بمونید. حالا فکر کنم آمریکا هم همین کار کرد. ممنونم از شما. بله دوستان عزیز، در موقعی که برنامه زنده است، یعنی همین الان ساعت 6:32 به وقت واشنگتن شرق آمریکا، میتونید در فیسبوک بنویسید و من میخونم، آقای سعیدی پاسخ میدن. شماره تلفن مستقیم آقای سعیدی هست 206-577-60-60. اگر سوالی داشته باشید میتونید تماس بگیرید و اگر ایشون نبود میتونید پیغام بذارید باهاتون تماس میگیرن، یا اگر نظری دارید میتونید به این طرق به اصطلاح مطرح کنید. بازم ممنونم از شما که بیننده برنامه هستید و ازتون خواهش میکنم این برنامه رو با دوستان خود شیر کنید. آقای سعیدی ممنونم. شما مثل که قرار درباره جریانات فکری موجود در ایران صحبت کنید برامون. بفرمایید. بله من در واقع میخوام پیگیری بکنم برنامه قبلی خودم رو و شما هم در همینجا خواهش میکنم در اون برنامه هم سعی کردم با شما تماس بگیرم، خواهش کنم که نشد و شما عنوانی برای برنامه ننوشتید، ولی برای این برنامه خواهش میکنم عنوان برنامه رو بنویسید: قرن 21 و نظام پادشاهی. قرن 21 و نظام پادشاهی. بله. من در برنامه گذشته سعی کردم این رو عرض بکنم که اول انگیزه اصلی برای رفتن به سمت نظام پادشاهی و تبیین و تبلیغ اون در من به این دلیل به وجود اومد که تشخیص دادم در درون ایران یک جریان فکری پرقدرتی داره هوای دوران گذشته رو میکنه و به اون دوران اشاره میکنه و این جریان فکری پرقدرت ارزش سرمایه گذاری داره برای کسانی که قصد مبارزه با جمهوری اسلامی رو دارن و به همین دلیلم شروع کردم به تبلیغ از نظام پادشاهی. ولی تبلیغ از نظام پادشاهی وقتی به بار میشینه که شما بتونید اون رو توجیه بکنید. بسیاری از هموطنهای عزیز ما در جستجوی دموکراسی به نظام جمهوری فکر میکنند، جمهوریت. اگر هواداران نظام پادشاهی پارلمانی نتونن اونها رو متقاعد بکنن در یک نظام پادشاهی پارلمانی متناسب با قرن 21 اینها به همه خواسته هاشون برای جمهوریت خواهند رسید و علاوه بر اون به خواسته های دیگری که نمیتونن در نظام جمهوریت به اونها برسن، یعنی اگر ما بتونیم متقاعد کنیم هواداران نظام جمهوریت رو، جمهوری رو، به این که نظام پادشاهی با دلایل متقن و محکم بیشتر به نفع ایرانه و نیازهای مردم ایران رو برای رسیدن به دموکراسی تأمین میکنه، به هدف خودمون میرسیم و اتحاد به وجود میاد. در این راستا برنامه قبلی من سعی کردم این موضوع رو توضیح بدم که علاوه بر اون که برای مبارزه با جمهوری اسلامی تبلیغ نظام پادشاهی یک ابزار کارا و مفیده و یکی از اولویت‌های ما موفقیت در این راه مبارزه است، پس بنابراین نباید این ابزار رو نادیده بگیریم. علاوه بر اون سعی کردم توضیح بدم که نظام پادشاهی رو نباید به اون چشم سنتی بهش نگاه کرد،
من حتی یک قدم فراتر از نظام‌های پادشاهی در اروپای شمالی رفتم و گفتم ما باید اونها رو هم به راهی که می‌خوایم بریم هدایت کنیم. نظام پادشاهی برای آینده ایران برای قرن 21 اگر قرار باشه طراحی بشه باید در همونطور که عرض کردم دلایل متقنی برای درستیش وجود داشته باشه. دو تا دلیل عمده وجود داره که این دو دلیل رو من عرض میکنم. چون همه این ساختارها مثل جمهوریت و پارلمان هست و همه انتخابات بر اساس فعالیت‌های حزبی انجام میشه، نمایندگان حزب معرفی میشن، از طرف مردم انتخاب میشن به عنوان نمایندگان، کاندیداهای حزبی انتخاب میشن به عنوان نمایندگان مجلس در سیستم پادشاهی پارلمانی. از بین نمایندگان مجلس، حزبی که بیشترین رأی رو آورده در مجلس نخست وزیر معرفی میکنه که حتما باید نماینده مجلس باشه و انتخاب بشه از طرف حزب به عنوان نخست وزیر. پادشاه فقط توشیح میکنه، امضا میکنه و البته همه اینها باید به عنوان یه مکانیزم کنترلی پیشبینی‌های لازم بشه که در تحت چه شرایطی پادشاه میتونه از امضای اون به اصطلاح اون شخصی که انتخاب شده امتناع بکنه و چه دلایلی رو باید بیاره و از چه طریق. اینا همه باید در قانون اساسی پیشبینی بشه. پس سیستم پادشاهی پارلمانی همون جمهوریته. به زعم من یک جمهوریتی با ابزاری بسیار سازنده تر به توضیح خواهم داد. اول اینکه در این جمهوریت در به اصطلاح نظام پادشاهی پارلمانی تمامیت ارضی ایران و اتحاد بین اقوام ایران بیشتر تضمین میشه به خاطر وجود پادشاه، به خاطر نهادی که مردم برای شأن و منزلتی قائل هستند و اساس موجودیتش بر اساس محبوبیت طراحی میشه در قانون، نه بر اساس اقتدار همونطوری که عرض کردم. حالا دلایل اون محبوبیت رو هم در بخش دوم میگم. پس نظام پادشاهی یک مزیت داره که میتونه باعث اتحاد اقوام ایران بشه و دومین مزیتش هم همون چیزیه که در زمان محمد رضا شاه پهلوی ما تجربه کردیم. محمد رضا شاه پهلوی با وجود اینکه روش اشتباه در پیش گرفته بود، حکومت فردی به راه انداخته بود، استبداد در کشور رو که توسط سیستم‌های اطلاعاتی اعمال می‌شد در مقابلش سکوت می‌کرد و شاید هم در پس می‌خواست اون استبداد باشه، ولی علی‌رغم همه اینها مثل یک پدر مهربان فقط و فقط به ایران فکر میکرد. چرا؟ برای اینکه نظام پادشاهی این ماهیت رو به وجود میاره برای خانواده سلطنتی که فقط به اون کشور فکر میکنن. چرا؟ برای اینکه موروثی است قضیه. و اتفاقا خیلی از عزیزان که جمهوری خواه هستن به این پدیده موروثی بودن نظام پادشاهی اعتراض میکنن، به اون یه پدیده مذموم میدونن، یه عده‌شون به تشریفات اعتراض میکنن. هر دوی اینها کاملا قابل حل، قابل پیشگیریه و اصلا در پادشاهی قرن 21 نه تنها نمیتونه تشریفات وجود داشته باشه، بلکه حتی پدیده موروثی بودن تبدیل به یک مکانیزمی میشه که بسیار سازنده و مفیده و اون مکانیزم رو میخوام توضیح بدم. دفعه پیش هم توضیح دادم ولی به خاطر اهمیت موضوع امروز هم اینو توضیح میدم. هدف همه ما اینه که کشورمون به سمت دموکراسی بره و هدف همه ما این هست که بعد از رسیدن به دموکراسی اون رو تثبیت بکنیم. ما میبینیم که راه رسیدن به دموکراسی جدایی قربای سگانه از همدیگه است، آزادی مطبوعات، آزادی برای فعالیت‌های حزبی،
و در این صورت دموکراسی میتونه به وجود بیاد. ولی این دموکراسی به وجود آمده همیشه میتونه در جریان حوادث تاریخی خطر بیفته. حزبی دارای عقاید خاص به قدرت برسه و بعد اون حزب شروع به تندروی بکنه و ابزار قدرت رو در دست بگیره، یه نوعی کودتای حزبی را بندازه و اصول رو زیر پا بگذاره. در اون صورت چه چیزی میتونه از ما ملت دفاع بکنه؟ چه چیزی میتونه از دموکراسی دفاع بکنه؟ فقط و فقط جامعه مدنی. اگر این جامعه مدنی پرقدرت باشه، منسجم باشه و دارای اعتبار باشه و سیستماتیک هم عمل به وجود بیاد و سیستماتیک ادامه حیات بده، همواره میتونه در مقابل هر تندروی و انحراف عکس العمل نشون بده، جنبش اجتماعی به راه بندازه و جلوی تندروی رو بگیره. نظام پادشاهی پارلمانی به دلیل موروثی بودن، خب یک خانواده در یک منزل در جایگاه بالایی قرار داره، مکانیزم هایی در قانون اساسی پیشبینی کرده که چه اختیاراتی به این فرد یعنی پادشاه بده تا بتونه در روز مبادا به کمک ملتش بیاد و جلوی انحرافات رو بگیره. در این حال او رو هم محدود کرده به اینکه که به هیچ وجه حق دخالت در امور اجرایی کشور رو نداره. پس ما کجا میتونیم از جایگاه این پادشاه برای به اصطلاح روز مبادا استفاده کنیم؟ دقیقا در ارتباطی که برقرار باید پشت بشه بین پادشاه، سامانه پادشاهی و جامعه مدنی. به نظر من یکی از عمده‌ترین وظایف پادشاه در سیستم پادشاهی پارلمانی مدیریت، رهبری، وکالت و هدایت جامعه مدنی، یعنی جامعه‌ای که متشکل از اندیشمندان، صاحبان مشاغل، یعنی اونهایی که در رشته‌های تخصصی به اصطلاح خودشون میتونن راهگشا باشن، میتونن راهنما باشن، اوزارت میتونن کانونهای خودشون رو داشته باشن، اساتید دانشگاه، نویسندگان، ارباب جرایه و همه تخصصهای اجتماعی میتونن کانونهای مدنی خودشون رو تشکیل بدن و همه این کانونها در ضمن اینکه نشستهای ماهیانه خودشون رو دارن میتونن نشست سالیانه ای داشته باشن، نمایندگانی رو به نشست سالیانه بفرستن که در اونجا هست که پادشاه وجود داره و در واقع پیوندی بین ملت و پادشاه به وجود میاد که باعث محبوبیت پادشاه میشه. ضمن این که پادشاه هیچ دخالتی در امور اجرایی مملکت نداره و در سیاست گذاری مملکت نداره، در این حال یک جایگاه محترم و یک محبوبیت اجتماعی پیدا میکنه. ما اینجا از کردیت جایگاه پادشاهی برای نهادهای دموکراتیک و جامعه مدنی استفاده میکنیم و از جامعه مدنی کشور به جایگاه پادشاه اعتبار و کردیت میدیم، مشروعیت میدیم. پس بنابراین یک تعریف جامعی هست از سیستم پادشاهی پارلمانی برای قرن 21. من متاسفم که شاهزاده رضا پهلوی در مقابل مخالفین خودش منفعل بوده، به دلیل اینکه ایشون حتی راجع به این مسائل بررسی نکرده یا اگر کرده به این نتایجی که من عرض میکنم نرسیده. برای اینکه توجیه کردن نظام پادشاهی، توجیه کردن وراثت در نظام پادشاهی به همین سادگیه که من عرض کردم و این میتونه همه مخالفینی رو که حسنیتشون ایرانه و مخصوصا
آرزو میکنن که ایران از این شرایط بد نجات پیدا بکنه، همه رو متقاعد بکنه و بیان حول یک محوری منسجم بشن با هم، با یک هدف مشترک، با یک آرمان سیاسی مشخص که در داخل ایران هم هواداران خودشو داره و اگر این اجماع در اپوزیسیون به وجود بیاد، این جریان فکری در ایران ده‌ها بار بیشتر جان می‌گیره و تبدیل به جنبش اجتماعی میشه و چه بسا اینقدر قوی بشه که نظام جمهوری اسلامی داوطلبانه این اثر خالی بکنه و بدون خونریزی این اتفاق بیفته. من میخوام بگم که ما ایرانی ها در خارج از کشور بسیار خام و کودکانه رفتار میکنیم و شاید اینچه که تا به حال اتفاق افتاده که دو سالم ادامه پیدا کرده نتیجه برنامه‌ریزی های زیرکانه محافل مالی باشه که نفعشون در بقای جمهوری اسلامیه و این برنامه ها رو برای ما درست کردن که یک مشت شومن سیاسی هر روز برنامه داشته باشن و مارمولکبار روش های مارمولکی مردم رو سر کار بذارن، هر روز همون روش ساده لوحانه افشا کردن جمهوری اسلامی، ذکر مصیبت خوندن و کارهای انفعالی. این دلیل هست که ما توی این ورطه افتادیم و ما رو بازی میدن. ما اگر آرمان سیاسی مشخصی رو شناسایی کنیم و اونو تعقیب کنیم، حول اون متحد بشیم، هیچ نیروی در دنیا، حتی این محافل مالی پرقدرت، قادر نیستن جلوی اراده یه ملت رو بگیرن. و به نظر من این اتفاق باید بیفته و الا ما راه نجات دیگه‌ای به نظر من نمیرسه. خیلی ممنون. اجازه بدین که دوستان هم در این مورد، چون من نوشتم اینجا که قرن 21 و نظام پادشاهی و شما هم در این مورد صحبت کردین، دوست خوبمون آقای فرزاد نیساری که خودشون هم گهگاهی مهمان برنامه های ما هستن، نوشتن که هیچ پادشاهی یک نفره نباید حق وتو در مقابل تصمیمات نمایندگان مردم را داشته باشد. چنین تصوری از دموکراسی بیپایه و اساس است. سلطان دست نشانده حاج محمد رضا بر اساس حقایق تاریخی کارش به یاد دادن منافع، به باد دادن منافع ایران به نفع اربابان اجنبیش بود یا بوده. چنین شخصی دلش به حال مردم ایران نمی سوخته است. این سلطان و پدر قلدرش نه تنها اقوام ایران را متحد نکردند، بلکه تا سرحد امکان سرداران آنها را با فریب و نیرنگ و به نفع اجنبی از میان برداشتند. آزموده را دوباره آموختند خطاست. بسیار خوب. من مشاهده کردید که دم خروس بیرون زد پدر قلدرش. معلومه که ایشون از چه جایگاهی داره حرف میزنه و سر نخ افکار ایشون به کجا برنده. یعنی شما قبول ندارین، شما قبول ندارید که آقای رضا شاه قلدر بوده؟ چون خیلی از دوستان سلطنت طلب افتخار میکنن و حتی میگن ما احتیاج داریم به یه قلدری مثل آقای رضا شاه. نه، من آقای سوربی اشاره میکنم به کلمه قلدر از کجا متولد شده. بله، من میگم که سر نخ این تفکر رو همه ما میدونیم کجاست و کسانی که این گونه حرف میزنن و بدون در نظر گرفتن مصلحت امروز ایران به یک مسئله 50 سال پیش و 70 سال پیش اشاره میکنن، اینا کاملا مشخصه که آبشخورشون اتاقهای فکری وزارت اطلاعات. این واضحه، روشنه برای من و مطمئنم که این دوست عزیز ما نظرات خودش رو نمیگه، بلکه آنچه که بهش دیکته شده رو فقط تکرار میکنه و بدون اینکه به حرفای من توجه کرده باشه این جملات رو میگه. برای اینکه من اصراری ندارم که پادشاه حتما یه چیزی رو به تو بکنه، نه، ما میتونیم در قانون اساسی این مسئله رو هم حتی حل بکنیم و بگیم پادشاه نمیتونه. شما آقای سعیدی، شما حتی ببخشید، شما حتی توی، نه میخوام بگم، شما حتی توی توضیحاتتون
گفتید که آقای رضا پهلوی علاقه ای نداره، منظورتون اینه که دیگران هم میتونن پادشاه بشن؟ چه اشکالی داره آقای سوری؟ من میگم ما حول یک محور آرمان سیاسی باید میتونیم متحد بشیم. بله. و باید ببینیم چه چیزی زمینش در درون ایران قویه. ما میتونیم شاهزاده رضا پهلوی رو وسیله قرار بدیم و بعد ایشون رو بگیم آقا بفرمایید ما میخواییم آقای سوری پادشاه باشه. چه اشکالی داره؟ ما از اشخاص به عنوان ابزار باید استفاده کنیم. خوشبختانه شاهزاده هم آدم جاه طلبی نیست، حاضره با همه این روش ها کنار بیاد و اینو ثابت کرده در حرفاش. و اون نکته‌ای که این آقا گفتن که بله شاه نباید بتونه بیاد یه چیزی رو وتو کنه، این شاه نیست که این کارو میکنه، این قانون اساسیه که مواردی رو که صلاح میدونه به پادشاه حکم میکنه که تو باید این کارو بکنی. این آقایون به این چیزا توجه ندارن. مسئله مشکل بی‌سوادی آقای سوری، من گفتم چون آبشخور این آدم ها جاییه که در اونجا تفکر وجود نداره، یعنی نظام جمهوری اسلامی، حرفاشون هم بی‌پایه و اساسه، سیستماتیک فکر نمی کنن. اصلا شما بگید که نصف فردی قابل وتو نباشه، بسیار خوب، اون جوامع مدنی که محفل سالیانشون رو با پادشاه تشکیل میدن، قانون اساسی میتونه اسم اونو بذاره مجمع رجال مثلا، مجمع رجال، و بعد به همون مجمع رجال اختیار بده که اگر خواستن مجمع خودشون رو به صورت به اصطلاح استثنایی هر موقعی تشکیل بدن و راجع به یک معضلی که پیش اومده موضع گیری بکنن و اون موضع گیری رو ابلاغ بکنن به عنوان مخالفت از طرف ملت، نه از طرف فقط پادشاه. من اتفاقا اون اجتماع قانونهای مدنی در سامانه پادشاهی رو که سالیانه، حالا همینطوری میگم، ممکنه 6 ماهه باشه، ممکنه 2 سال یه بار باشه، اینو قانون باید تشخیص بده، اون مجمع رو میذارم مجمع رجال و واقعا هم رجل من بکت هستن، بهترین اساتید دانشگاه و بهترین شخصیت های قضایی اجرایی از هر جایی میتونن باشن. بنابراین من میخوام بگم آقای سوربی، شما اگر خوب دقت بکنید آبشخور هر تفکری رو میتونید ببینید کجاست، از کجا میاد. و اون کلمه قلدر که ایشون به کار میبرد اگه جلوی خودش رو میگرفت اون کلمه رو نمیذاشت تو جملاتش، یک کمی حرفاش قابل تحمل تر میشد و منم خیلی بیشتر با ملاحظه جوابشون رو میدادم. خب حالا ایشون هم در رابطه با اینکه شما متهمش کردید که به اصطلاح از وزارت اطلاعات، ایشون نوشته هیچ کس به فرزاد نیساری دیکته نمی کنه مگر خواسته های اگر اینطوره من معذرت میخوام، ایشون وابسته نیستن بلد. ولی میتونم قاطعانه بگم که ایشون اشتباه میکنن و بد فهمیدن حرفای منو. بذارید من اجازه بدید. ما وقتی برای هم درد دل میکنیم شنونده با 2 حالت میتونه گوش بده به صحبت، اول به این که در جستجوی یک جواب کوبنده باشه، دوم برای اینکه مطالب رو خوب درک بکنه. حالا اجازه بدید من به شما یه پیشنهادی بکنم. اتفاقا اگه افرادی میان و حالت تهاجمی دارن یا به قول شما ممکنه حتی بی احترامی باشه، شما باید با صبر و حوصله با اونها نرمتر صحبت کنی تا همون مهر معلم. اجازه بدید آقای نیساری نوشتن، بذارید من جملهشون کامل بخونم. نوشتن هیچ کس به فرزاد نیساری دیکته نمی کند مگر خواسته های فرزندان گرسنه ایران. آبشخور من و آدم هایی مثل من تاریخ است که پالانی ها، ایشون به پهلوی هم گفته پالانی ها، مجلس ایران را طویله نامیدند. یعنی خب داره درست میگه دیگه آقای رضا شاه. بفرمایید جناب اسمشون چی بود فرمودید؟ آقای فرزاد نیساری. جناب نیساری عزیز یکی از افتخارات پادشاهان پهلوی
طویل نامیدن مجلس میده. میدونید چرا؟ برای اینکه مجلس ایران واقعا تبدیل به طویله شد بعد از انقلاب مشروطیت. مجلس ایران شد محلی که 5 تا آخوند بی مقدار میتونستن هر مصوبه ای رو رد بکنن. این محل مجلس نیست. حالا اونا اطلاق طویله بهش کردن، احتمالاً بیشتر از من میفهمیدن، ولی این مجلس از نظر من مجلس نیست. مجلس جاییه که قوانین سکولار ازش بیرون بیاد. خب آقای شاه و پدرش 57 سال وقت داشتن که اینا رو تغییر بدن، ترویجش کنن. بله درست میفرمایید جناب سوری. من اگه یادتون باشه در برنامه گذشته خدمتون عرض کردم که چرا این اتفاق نیفتاد. بله. من عرض کردم خدمتتون آقای سوری، شما دوست عزیز من هستید ولی بسیار شاگرد بدی هستید. امروز ما نمره ردی گرفتیم از شما. البته جسارت میکنم شوخی کردم، ولی خب بسیار بیتوجه هستید به حرفایی که میشنوید. این یکی از خصلتاتون هست. نه شما نباید انتظار داشته باشید که با یک بار ما همه فیلسوف بشیم. شما نگاه کنید ببینید. آقا منم خودم شاگرد هستم. نه اجازه بدید آقای سعیدی، مشکل من با شما نیست، باور کنید من به دوستان دیگه هم میگم. مثلا آقای چمنارا فکر میکنن با یه ویدیو درست میکنن میذارن همه گوش میدن، همه هم عوض میشن. چرا آخوندا، چرا دین، همه دینها به من و شما میگه هر هفته سر یه ساعت معینی بیا یه چیز تکراری رو تکرار کن؟ چرا؟ میخوان برای که تو مغز ما نقش ببنده. الان هر کدوم از ما بدونی که بخوایم این سوره حمد و نمیدونم قل هو الله رو بلدیم. برای حالا من یه مثال بهتر بزنم. بفرما. اگه دقت کرده باشید آخوندا سر منبر که مطالب روشون رو میگن، خب یه سری مطالب خوب و درست میگن، ولی لابلای اون زهر خودشون رو به جامعه تزریق میکنن و اون فواصل هم با فرستادن صلوات از مردم تایید میگیرن. دقیقا یه سیستم کاملا علمی که اینها در طول زمان یاد گرفتن اینو، و به همین دلیل هست که جامعه مسخ اونا شده. برای اینکه شما با فرستادن صلوات فکر میکنید دارید به پیغمبر یه ادای احترام میکنید، در حالی که نمیفهمید که دارید مطالب غلط اون آخوند رو در ذهن خودتون، در ذهن خودتون نهادی نمی کنید و به اونم وقت میدی که یه سری دیگه آشکال پیدا کنه دوباره به شما. بله. خیلی ممنون. بیاین برگردیم به همین جریانات فکری. الان این ماجراهایی که شما اشاره کردید که ترامپ با اون ماشه و اینها، از طرفی من باور دارم که هیچ حکومتی بهتر از حکومت آخوندا برای ترامپ، برای آمریکا، برای دموکرات ها نیست. کجا اینا برن نفت و با این قیمت پیدا کنن که از این که از تو زمین خودشون در بیارن ارزون تره؟ نفت های خودشون رو ول کردن، گفتن برای ما ارزش نداره. و چه حکومتی رو پیدا کنن که با لولو خورخوره کردن اون این همه اسلحه به کشورهای مختلف مخصوصا توی اون منطقه؟ ببینید جناب سوری، اولا جواب اون مطلب شما رو عرض بکنم که چرا اینا قانون اساسی رو عوض نکردن در طول 70 سال. در دوران رضا شاه که اصلا مقابله با این پدیده منحوس آخوندیز به طور مردانه انجام شد، در دوران محمد رضا شاه درست مصادف شد با جنگ جهانی دوم، پیروزی اتحاد جماهیر شوروی بر دست یافتن اتحاد جماهیر شوروی عرض کردن به مصری از اروپا و اون حرکت ایدئولوژیک، و بعداً در سال 1960 عرض کردم که اصلا این اندیشه که ایران باید اسلام پناه بشه از امریکا در واقع شروع شد، و این باعث شد که محمد رضا شاه پهلوی متقاعد شد، یعنی فریب خورد در واقع، و متقاعد شد که جلوی رشد افکار اسلامی رو نباید گرفت به عنوان یک آلترنتیو برای مواجهه احتمالی با
نفوذ ایدئولوژیک مارکسیست. آقای سعیدی در دوره رضا شاه هم همچین اتفاقی نیفتاد. آقای نیساری هم نوشتن که رضا شاه اگر ایشون نوشته رضا قلدر اگر مخالف بود که حقوق حوزه علمیه قم را نمیداد و ملا پروری نمیکرد. یعنی جناب حالا باز به من نگید من شاگرد بدی هستم آقای نیساری. جناب نیساری عزیز، با یک چنین پدیده جا افتاده‌ای، یک چنین پدیده با نفوذی که در طول قرن‌ها در ایران سابقه داره، انگلستان از این پدیده استفاده کرده برای اینکه پشت جبهه عثمانی‌ها یه به اصطلاح مشکل ایجاد کنه به نام شیعه گری. یعنی این جریان یه جریان تاریخیه که زیربناش به شکل سیاسی به وجود اومده. حمایت انگلستان از صفویه، مسلح کردن اونها به توپ، همه و همه اینها برای این بوده که اونها خب از این جریان فکری در ایران بهره برداری سیاسی میکردن و دشمن خطرناک خودشون عثمانی رو از پشت سر تهدید میکردن. حالا این پدیده در داخل ایران هم قدرت بسیار زیادی داشته. جنبش تنباکو رو شاهد بودیم، شاهد بودیم که اینا عملا جنبش مشروطیت رو به لجن کشیدن با کمک این پدیده و بسیاری از مسائل دیگه که این همه این کار رو که رضا شاه نمیتونست در طول یک دفعه انجام بده. اول باید دست اونا رو از آموزش پرورش کوتاه میکرد، از قضاوت کوتاه میکرد، آروم آروم اونها رو به حاشیه میروند. حالا شما میگید تو حقوقشون هم قطع میکرد، یه طرف بفرمایید که چرا اعدامشون نکرد. خب نظام، یه نظامی که بر اساس پادشاهیه اصولا توش خونریزی، اگر پادشاه پادشاه باشه همونطور که پادشاهان پهلوی بودن، بیرحمی در این نظام نمیتونه به وجود بیاد. ممکنه خشونت باشه، جنایت اتفاق بیفته، ولی بیرحمی و خشونتی که از این نوعی که جمهوری اسلامی اعمال میکنه در نظام پادشاهی غیر ممکنه، به دلیل موروثی بودن. بازم یکی از مزیت‌های موروثی بودن رو اشاره کردم. حالا بگذاریم، اجازه بدید من به یه نکته دیگری اشاره بکنم راجع به کاربرد جریان‌های فکری در درون جامعه. موافق هستید آقای سردی؟ بفرمایید. بله، ما شکل مشخص این رو در دوران زندگی محمد ابن عبدالله پیامبر اسلام میتونیم جستجو بکنیم، ببینیم. ببینید، ضمن اینکه در این پدیده نبوت ایشون یک عواملی دخیل بوده، انگیزه های شخصی خود ایشون بسیار موثر بوده، چون ایشون بعد از اینکه یتیم میشن زیر در واقع در تحت نظارت ابتدا جدش و بعد عموش زندگی میکرده، خب طبیعیه که در اون شرایط برای یک جوونی که یتیم هم هست، پدرش از دست داده، خودش مقایسه میکنه با پسر عموهاش که به هر حال عموهاش پسر عموهاش که در خانه کعبه صاحب نفوذ و به شخصیت اجتماعی دارن و این محروم شده از همه اونا. بعد ایشون با زن متمدری آشنا میشه، به استخدام او در میاد، قافله های او رو به شامات میبره، در اونجا با اندیشه های مذهبی یهودی ها و مسیحی ها آشنا میشه، قصه ها و افسانه های اونها رو میشنوه و از خیلی چیزها با خبر میشه و وقتی در میگرده با اون انگیزه های شخصی که داشته، محرومیت هایی که تحمل کرده بوده، خب بعد که به ازدواج میکنه با خدیجه، زندگی ایشون تغییر میکنه و ایشون بیشتر فرصت میکنه که افکار خودش بپردازه.
و بعد بالاخره یک دفعه ادعا میکنه که به او الهاماتی شده. 10 سال در این رابطه ایشون در مکه تلاش میکنه. نتیجه این تلاش تقریبا 0 بوده. یه عده دور ایشون هستن، به ایشون اعتقاد پیدا میکنن، ولی نهایتا ایشون مجبور میشه مکه رو ترک بکنه چون جونش در خطر بوده. یعنی تا اون زمان تو این 10 سال فقط زنها و بچه ها بیدن که مزاحمت برای ایشون ایجاد میکردن، حالا دیگه مردها هم به صرافت میفتن که برخورد بکنن و ایشون مکه رو ترک میکنه میره به مدینه. در مدینه یه عده همراهانش بودن که بهشون میگن مهاجرین، یه سری هم مردم اونجا بودن که دو طایفه عرب بودن به نام اوس و خزرج و تعدادی طایفه یهودی. ایشون به یک باره در مدینه سیاستش و استراتژیش تغییر میکنه. چرا؟ برای اینکه عده از این اوس و خزرجی ها علاوه بر مهاجرین گرد ایشون جمع میشن و به یک باره مسئلهی برای پر کردن شکم اینها تبدیل به یه مسئله جدی میشه و اینه که ایشون به یک باره اون جریان فکری موجود در شبه جزیره عربستان، یعنی تمایل شدید صحرانشین ها به غارت رو بهش توجه میکنه و یک دوره‌ای از زندگی ایشون شروع میشه که در کتابی به اسم مغازی به اون دوره اشاره شده. نزدیک به 70-80 تا 60 بین 60 و 70 تا حمله هست به قافله ها تا شکم این عده سیر بشه و ایشون بتونه از این جریان فکری موجود در اون جامعه در شبه جزیره عربستان برای رسیدن به قدرت استفاده کنه. در همین پریود زمانیه که شکل آیه هایی که به ایشون نازل می شده تغییر می کنه. آیه ها تبدیل به حکم می شن، خمس، جهاد و انواع اقسام احکام، و از اون حالت دعوت به مهربانی و مسائل اخلاقی شکل آیه ها تغییر میکنه. بعد در جریان جنگ هایی که بین مسلمان ها و اهالی مکه اتفاق میفته، دو طرف متقاعد میشن که این جنگ ها حاصلی نداره و نتیجه به بار نمیاد، مخصوصا مکیان. اونا متوجه میشن که این جریان فکری بسیار جریان پرقدرتیه، به دلیل اینکه ضمن اینکه غارت در این جریان فکری تایید میشه، برای غارتگر چنان که از بین بره و کشته بشه به اصطلاح مزد و اجرت اخروی وعده داده میشه در بهشت. این دیگه ایدئال تر از این امکان نداره. این ترتیب بود که اهالی مکه متوجه میشن که میتونن اونها هم با تبعیت از این جریان فکری همه قبائل متفرق شبه جزیره عربستان رو زیر یک پرچم متحد بکنن. اون جریانی که به اسم فتح مکه مشهوره نتیجه این توافق ضمنیه، پشت پرده است. آقایون بلند میشن میرن مکه و همه چیز به خیر و خوشی انجام میشه و پرچم اسلام برافراشته میشه. آقای سعیدی ببخشید، شما آقای ساگن آرمانیان میشناسید؟ نه خیلی. آها، من اگه بتونم کتابای ایشونو براتون میفرستم، چون ایشون باور داره، اولا ایشون ارمنی هست، بعد باور داره که حضرت محمد به خوابش آمده و به ایشون گفته برو به من کمک کن، این مسلمان ها دارن با این دروغاشون پدر من رو در میارن، و حضرت محمد به ایشون گفته که دو تا محمده، یه محمد همون محمد
خوبی که با صلح و صفا مردم رو دعوت میکرده به اسلام. بعد اون مهاجرت که میگن توی اون شب دوستان و یاران خودش کشتن محمد رو، و اون موقع که فیسبوک و عکس و اینا نبوده، وقتی رفتن اونجا مثل همون داستان کمبوجیه و بردیا، طرف آمده گفته من محمد هستم، و این آقا اونی بود که شما تعریف میکنید که خیلی هم فکر خوبی داشته که به اینا میگفته شما برید غارت کنید، اینقدرشو بدید به ما، باقیشو بردارید، زن و بچه اینا رو هم بردارید، تازه اون دنیا هم میرید بهشت. حالا این جان سعودی خیلی ممنونم یا کمدیش نکنید. نه والا شوخی نمی کنم، خیلی جدی چیزی که من دارم میگم واقعا یک تعلیم به اصطلاح تحقیق از نظر خودم و اصلانم جای به اصطلاح شوخی نداره. دعوت میکنم همه به اصطلاح توجه لازم رو بکنن به دلایلی که من آوردم. و جالب اینجاست که وقتی این پرچم برافراشته میشه و اینها با جنگ هایی که در داخل شبه جزیره عربستان میکنن و خونهای بسیار زیادی رو میریزن، نهایتا همه قبایل عرب رو متحد میکنن، درست همون شرایطی براشون پیش میاد که قبلا در مدینه برای حضرت محمد پیش اومده بود، یعنی سیر کردن شکم این قبایلی که حالا زیر پرچم اسلام متحد شدند با اون انگیزه قوی برای غارت و این پاداش اخروی برای مجاهده در اون راه، یک ارتش شکست ناپذیر به وجود میاد. دلیل پیروزی مسلمان ها در همه تمدن های همسایه از جمله ایران دقیقا این بوده که این لشکر شکست ناپذیر بوده، همونطور که مغول ها صحرانشین های مغول با همون خصلت غارتگری که دمار از روزگار چینی ها در آورده بودن و باعث شده بودن اون دیوار عظیم، اون پروژه عظیم دیوار شکل بگیره. ببینید چقدر پدر این چینی ها رو اینا در آوردن، این غارتگرهای مغول، که اون دیوار رو ساخته که ترامپ واقعا باید روسفید جلوی دیوار ترامپ منظورمه در مقابل اون دیوار چین. نه بابا، آقای ترامپ هم دیوار ساخته، یه دیوار خوب دور وایت هاوسه و یه دیوار مجازی هم دور آمریکا ساخت که هیچ جا نمیتونیم ما بریم، یعنی حقیقتا ما هستیم. آقای سعیدی مدرد میخوام ببینید من جنبه رو کامل کنم. در واقع شکست ناپذیری مغول ها و مسلمان ها هر دوش یک دلیل واحد داشته، ضمن اینکه مسلمان ها یک ادوانتیج مضاعف هم داشتند، البته اون پاداش اخروی. مغول ها هم با همین انگیزه غارت بود که تبدیل به یک ارتش شکست ناپذیر شدند و جهان گیری کردند. یعنی صحرانشین ها به دلیل خشونت صحرا، به دلیل زندگی در هیچ محرومیت، چشمشون به مال اموالیه که در معرض دیدشون قرار میگیره و آتش سیری ناپذیری برای تصاحب اون دارن. در درون خود شبه جزیره عربستان اون مسئله غارت کردن یه چیز متداولی بوده، هر کسی شبیخون میزده، چادر شخص ضعیفتر از خودش رو غارت میکرده، احتمالا هر تعدی میخواسته میکرده و این یه اصلی بوده در شبه جزیره عربستان. و همین دلیل هم هست که اون ماهای حرام اعلام کردن این کفار، ماهای حرام داشتن، و همین دلیل بود که آتش بس بدید، یه دو سه ماه هم بذارید ما به کسب و کارمون برسیم، ملت بیان بوتاشون رو پرستش کنن، ما مغازه هامون فروش بکنه، یه سه چهار ماه بریک بدیم. منظورم اینه. آقای نیساری نوشتن برای شما برداشت ایشون از دو تا تاریخ 10 ساله محمد بچه باز درست هست، یعنی حرفای شما رو درباره تاریخ من اعتقاد ندارم، ما بی احترام میکنیم بل. من اعتقاد ندارم، من سعی کردم منطقا رو در قالب جملاتی بگم که
اهانت‌آمیز نباشه، برای اینکه خب واقعا محمد یه شخصیت برجسته‌ای بوده، از نظر من یه شخصیت برجسته‌ای بود، آدم متفکری بوده، بسیار آدم استثنایی بوده و من حوادث تاریخی رو در قالب جهانبینی خودم تحلیل میکنم، از اونجایی که معتقدم پایه و اساس هر چیزی به اصطلاح مادیه و باید بستر اجتماعی هر پدیده رو مطالعه کرد تا به جزئیات اون پی برد، خب معتقدم که جهانبینی بسیار مهمه. عرض کنم حالا اگر امری دارید من در خدمت هستم. نه من صحبتی ندارم، فقط این که شما خیلی معلم بد اخلاقی هستی و آدم جرأت نمیکنه حرف بزنه. من فکر کنم آخه باور کنید ممکنه دوستان ندونن که من قبل از برنامه به شما میگم که یه وقت ناراحت نشید اگه من سوالی میکنم، ولی شما خودتون میگید که من خوشحال میشم دوستان بیان و منم فکر میکنم بهتر باشه همین حرفای چیز رو نزنیم تا بتونیم راحت تر با هم صحبت کنیم. باز ایشون نوشتن البته در اسلام غارت بود و مجاز تجاوز، غارت مجاز بود و تجاوز کردن به ناموس و اینها هم که همه اونها رو به عنوان به اصطلاح غنایم جنگی اینا هم شامل همون غنایم بود دیگه. بله زن و بچه مردم هم از دید الله اسلام جزء به اصطلاح اموال غارت شده حساب میشه. بله خب من ممنونم از شما، باز اجازه بدید به دوستان یادآوری کنم اگر در این مواردی که در این برنامه شنیدند یا دیدند صحبتی دارن یا نظری دارن هم میتونن با این شماره که من الان بهشون نشون میدم و از اول برنامه هم زیر تصویر شما میومد 206 این کد شهر اونجا، کد ایالت اونجاست 577-60-60 و این شماره تلفن هم توی آمریکا هست. همه دوستان دیگه واردن اینا رو، بعد میتونید مستقیما با آقای عباس سعیدی تماس بگیرید و تیتر برنامه امروز هم نوشتیم قرن 21 و نظام پادشاهی. این برنامه ها در یکی دو ساعت آینده به صورت بایگانی روی یوتیوب قرار داده میشه، اونجا هم میتونید نظراتون بگین و تا هفته آینده روز جمعه هم هر روز از تلویزیون مردم حداقل یک بار، گاهی وقتا دو بار سه بار پخش میشه و من باز ساکت میشم تا آقای سعیدی اگر صحبتی دارن بفرم. فکرم وقت برنامه دیگه رو به اتمامه، درسته؟ بله اگر چیزی هست که ناگفته هست ما عجله ای نداریم. بله مطالب ناگفته که من لیست کردم هست، موجود بله. هستش، ولی اجازه بدید به یه چیز مهم اشاره بکنم. بفهم حالا اگر شما مایل بودید باز یک موضوع جدید رو با هم شروع کنیم و اون اینه که ما باید وقتی داریم راجع به یک مسئله صحبت میکنیم، از یک چیزی دفاع میکنیم، باید هدفمون متقاعد کردن کسانیه که با اون مخالفن. ما برای خودمون نباید حرف بزنیم. اگر من از نظام پادشاهی حرف میزنم، هدفم متقاعد کردن هموطن عزیزیه که مصلحت میدونه نظام جمهوری باشه در کشور. هدفم متقاعد کردن اون هموطنه و نمیخوام به همفکرهای خودم به اصطلاح خوشو بش بکنم، که یا اگر دارم راجع به مسائل مذهبی صحبت میکنم به این دلیلی که من خودم زمانی در با افکار مذهبی زندگی میکردم و درک میکنم انسانهایی رو که گرفتار افکار مذهبی هستن و دارم تلاش میکنم که با یک زبانی که اهانتی هم نشه فکر اونها رو فعال بکنم راجع به این مسئله و اگر فکرشون فعال بشه دیگه کار تمامه. یعنی با همه چیز با یک بار شک کردن شروع میشه. ایمان به مغز و شعور انسانه که باعث میشه که من این روش رو به کار ببرم. من واقعا معتقد هستم که فقط کافیه یه جرقه در مغز یک انسانی زده بشه بقیه کارا رو خود او انجام میده. بسیار ممنونم.
آقای سعیدی، اونجایی که شما میگید من میخوام دیگران متقاعد بشن، من فکر میکنم همون قسمتی که میگید چون خود من این راه ها رو رفتم و میخوام یه چیزایی رو بگم، اگه بگید تا دیگران آگاه بشن، و اون قسمتی که گفتید که میخوام یه جرقه ای باشه که برن دنبالش و تحقیق کنن، با تحقیق و پژوهش شاید اون موقع متقاعد بشن. بازم از شما ممنونم آقای سعیدی. جمعه هست و آخر هفته و شما هم حسن ختام برنامه های زنده امروز ما بودید. از شما ممنونم، از دوستان ممنونم، و اگر این برنامه رو با دوستان خود شیر کنن و اونها هم میتونن در برنامه ها مهمان باشن یا برنامه های خودشون رو داشته باشن در تلویزیون مردم، و میبینید که میتونیم با عقاید مختلف، با وجودی که با هم اختلاف عقیده داریم، ولی با هم دوست باشیم و احترام بذاریم و نظرات و داریم. تو فامیلامون هستن که با ما مخالفن. اتفاقا من برای یه آقایی که مسیحی نوکیش هست و فحاشی کرده بود به هم به دوستان آقای نیساری و اینها، نوشتم خب آقا شما اگر هر کسی که مخالفتونه اینجوری فوش بدید که حتی مسیحی خوبی هم نیستید، یعنی حرف مسیح رو هم رعایت نکردید. در صورت من از شما ممنونم، مخصوصا از اون قسمتی که میگید تلاش میکنید که به هیچ کس بی احترامی نکنید و با کلمات بد به اصطلاح به میدان این مناظره یا گفت و شنود پا نمیذارید. خیلی ممنون از شما آقای سعیدی. ممنونم آقای سعیدی. از همه بینندگان عزیز که این برنامه رو دیدن و خواهند دید تشکر میکنم و امیدوارم وقتشون تلف نشده باشه. خیلی ممنون از اینکه با ما بودید. برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم، به امید دیدار شما در برنامه های آینده. خدا نگهدار. مرسی. خب دوستان عزیز، با آقای عباس سعیدی بودیم. شماره تلفن ایشون رو یک بار دیگه اعلام میکنم: 206-577-60-60 206-577-6060. میتونید مستقیما با خود ایشون تماس بگیرید. آقای نیساری از شما هم ممنونم. ایشون هم نوشتن با سپاس از هممیهنان، با سپاس از مهمان شما. خیلی ممنون، لطف کردین. و آقای نیساری امروز نتونستن با ما باشن، هفته آینده روز جمعه با ما خواهند بود. خیلی ممنون که با ما همراه بودید و بهترین ها رو برای شما آرزو دارم، برای ایرانی ها، برای اصلا انسان های جهان، چون واقعا دنیا الان در شرایط بدی به سر میبره. روز و روزگار بر شما خوش.